محمد علی سپانلو در 6 دهه فعالیت خلاقانه ادبی نزدیک به 60 عنوان کتاب شعر، داستان، نقد و پژوهش ادبی و ترجمه منتشر کرد. او یکی از چهره‌های شاخص شعر امروز ایران و از اعضای بنیانگذار و مطرح کانون نویسندگان ایران بود. اولین کتاب شعرش در سال 1342 با نام آه بیابان منتشر شد. او شعرش را فرزند جنبش دانشجویی می‌دانست و اولین شعری را که خود می‌پسندید پس از آن که در تظاهراتی دانشجویی زخمی شد نوشت. تا اون موقع خب شعرکی می‌گفتم، ولی اونی که می‌خواستم نمی‌شد، یه چیز دیگه می‌شد. چند تا ورق کاغذ بزرگ اونجا بود، شروع کردم به نوشتن، هر چی می‌خواستم نوشتم. می‌خوام بگم که اگه یه روز از من بپرسن چه روزی شاعر شدی، من میتونم روزش رو بگم. چه روزی؟ اول بهمن سال 1340. سپانلو خود را شاعری آزادی‌خواه و ایران دوست می‌دانست و همواره به آرمان‌های انقلاب مشروطیت وفادار ماند. از همان آغاز تا آخرین روز زندگیش با سانسور و ممیزی درگیر و مخالف بود. آخه چطور راضی میشین شما کتاب 400 صفحه 140 صفحه در بیاد؟ خب این چه پس چی نوشتی؟ چه هویتی داری؟ میدونی؟ این یه نکته است. یه نکته هم اینه که سانسور فقط این کار نمی‌کنه. سانسور داره جلوی اصلا تاریخ واقعی رو میگیره، یعنی یه روایت فریب داره برای آیندگان میمونه. آیندگان بخوام ببینن که زندگی امروز ما چه میگذشه، داستانه ما چیزی نشون نمیده. محمد علی سپانلو در کنار شعر، نویسندگی و ترجمه در 4 فیلم سینمایی هم بازی کرد. خودم هم نمیدونم کجا دارم. بریم یه جای حسابی دکتر جون. این کافه‌های تو جاده شمرون خوبه؟ نه بابا، بریم یه جای بی سر خط. کجا بریم؟ همه کجا میرن؟ هر جا عشقت جونم. کجا بریم؟ ملیحه؟ ها چته؟ هیچ. محمد علی سپانلو 29 آبان ماه 1319 در تهران به دنیا آمد. خانواده‌اش نسل در نسل اهل این شهر بودند و این احساس تعلق به تهران بعدها نقشی پررنگ در شعر او بازی کرد. یک شاعر پیاده همراه جویبارت، با یک پیام ساده خوش باد روزگارت، نه این زمان غمگین. از بیشه های گیلان، گنبد های سپاهان، پس کوچه های شیراز تا آتش های اهواز، لبخند های شیرین. به عنوان سمبل وحدت ملی ما احتیاج داریم یه جاره به عنوان قرد داشته باشیم. تهرانی که روی ری کهن، روی راگای باستانی، پذیرش پر تاریخه. دنیای شاعرانش مکاشفه‌ای همیشگی بین دو قطب متضاد بود. سفری شهودی و مداوم میان بیابانها و خیابانها و تهران تجلی اسطوره‌ای این خیابانها برای شاعری بود که حالا شهرش را تنها گذاشته است. تکرار پیوسته نام آب و قنات است تا گوینده شهر مادر سپانلو. ز خط کمربندی شهر تا واگن اسبی و چاپار، به امید درک کدامین گشاینده راه یا کاشف چشمهایی.